در بوبوه جنگ تحمیلی، عراق جنگ را به عرصه خلیج فارس می کشند. اینا در واقع سعی می کردن بیان اطراف سکوهای ما. آمریکا متحد به اسکورت نفتکش های عراق با پرچم خود می شود و این یعنی تامین اقتصادی عراق. We would abdicate our role as a naval power and we would open opportunities for the Soviets. بخوان بیان اینجا تا اینکه قدرت خودشون رو در منطقه تحکیم بکنن، یقینا برخورد به وجود خواهد آمد و در این برخورد آسیب پذیری اونها همونطور که گفتم خیلی زیاده. 16 مهر 66 رقم خوردن کابوسی هولناک برای آمریکا در خلیج فارس. ناوگروه 9 نفری ذوالفقار میزند به دل دریای متلاطم آن روزها به فرماندهی شهید مهدوی که انهدام بریستون را در کارنامه خود ثبت کرده. تو دهنی محکمی به ابرقدرت ها بزنیم. یکی از تیم های فعال و برجسته تیم سردار شهید مهدوی و همرزمانش همچون شهید بیژن گور، شهید شفیعی، شهید توسلی و شهید مبارکی بود. منطقه ای که تا دندون مسلح ناوگان آمریکا با او سلاح ها و او امکانات پیشرفته ای که داشتن، هر کشوری که نام سلاح نظامی آمریکا میشنیدن عقب نشینی میکردن، ولی به چای ما با این رویه شهادت طلبی وارد صحنه میشدن. توکل و عشق میخواهد بر قایقی موتوری نشستن و شجاعانه تا دل خطر تاختند. متاسفانه بعد از 10 دقیقه درگیری ناوچه با هلیکوپترا ناوچه هم مورد اصابت قرار گرفت. داریم میریم سمت جزیره فارسی، محل رستگاه شهید نادر مهدوی، جایی که شهید نادر مهدوی با شجاعت و دلاور مردی خود تا پای جان ایستاد. او نگذاشت که متجاوزان آمریکایی پا به آب‌های خلیج فارس بگذارند. دلاور مرد جنوب سرانجام در سحرگاه 16 مهر 66 در این راه شربت شهادت را نوشید. برای اینکه بیشتر برای خودم جلب توجه میکنه و همیشه توی ذهنم هست، شجاعت ایشونه، ولایت مداری ایشونه، تعهد ایشونه و شهادت طلبی ایشون. رسم نابرابر مردان اسطوره‌ای با اهریمنان را پیش از این تنها میشد در قصه‌ها و افسانه ها دید، اما مهدوی و یارانش تجسم واقعی همان قهرمان مردان